بابا، برادر احمد، خیلی خوش آمدین. سپاسگزاریم که از نماد آقا برای ما بگیم. برادر احمد، با درود به روان پاک بنیانگذاران و شما که این راه رو به ما نشان داده بودن، این راه رو به این نقطه که الان هستیم رسوندیم، از صدها و هزاران کوران سخت عبور دادیم. نکته در مورد شهید محمد که میخوام بگم، به زمان دستگیری برمیگرده، یکی آغاز دستگیری، یکم شب اعدامش. من حدود دو ماه پیش قبل از شهید محمد دستگیر شدم. من دو شهریور همراه با سری اول دستگیری ها دستگیر شدم. شهید محمد دو ماه بعد، یه خود بیشتر، آبان ماه دستگیر شد. یکی دو هفته بعد از دستگیریش منو یه روز بردن دوباره بازجویی، ولی کارشون با من نبود. بردن اتاق بازجویی، چند لحظه بعد شهید محمد اومد به بهانه سوال از خانواده و وضع خانواده، سوالات در مورد دستگیری ها کرد که چیا دستگیر شدن و پرونده هاشون در چه وضعیتیه، سواک چه حساسیت توشون داره. اونقدر که من میدونستم اونجا سریع بهش گفتم. هدفش این بود که بچه هایی که دستگیر شدن، به خصوص اونهایی که از کادرهای بازاری و کارگر بودن، اونا رو جرمشون رو پایین نشون بده و سبک کنه جرمشون رو، هرچی زودتر آزاد شن. چون میگفت که اینا بهتره که زندان نمونن. در مورد بقیه هم میگفت که بایستی زودتر آزاد شن. گفت هرچی جرمی داشتن یا متهم بودن رو گفت به بچه ها بگین که تمام پرونده هاشون، تمام اتهامات رو به من نسبت بدهند تا اینکه خودشون هرچی زودتر آزاد شن و راهشون رو ادامه بدن. بیشتر به فکر بود که به هر ترتیب بچه ها زودتر آزاد شن برن بیرون و تجارب زندان، یعنی تجارب امنیتی و سیاسی و اطلاعاتی برن بیرون و تشکیلات رو پربارتر کنن. یکم شب اعدام برمیگرده. من قبل از اعدام، یه روز قبل از اعدام، اشهد آباد بودم. گفتن تو را سواک میخواد. حوالی عصر بودن و بردن توی یکی از خونه های امن سواک. چند دقیقه بعد خانواده را بردن، پدر و مادرم آوردن. چند لحظه بعدم شهید محمد را آوردن. یه ملاقات کوتاهی صورت گرفت. از این فرصت استفاده کرد، اول شرایط موجود رو و وضعیت رو تشریح کرد و خانواده رو توجیه کرد نسبت به وضع سیاسی سازمان و
وضع سیاسی روز و دستگیری ها. بعدم گفت که شما ما به زودی اعدام میشیم. پدرم گفت که خب نمیشه کار کن اعدام نشین، چون خود پدرم کمابیش سیاسی بود، سال 42 هم دستگیر شده بود. بعد از دستگیری به رهبران سازمان، منظور موش رهبران نمیگفتیم، بعد از دستگیری بنیانگذاران و سایر کادرها، در بیرون وضعیت تا یه حدی رو شده بود و پدرم پی برده بود که نقش شهید محمد در تشکیل سازمان چی بود. گفت که خب شما اگر شهید بشید، خب کی میخواد راه شما را ادامه بده؟ بهتر نیست در واقع به نحوه زنده بمونیم؟ از موضوع مثبت خواست بگه. گفت پدر جان، اگر این امکان وجود داشت بین یزید و امام حسین امکان مصالحه وجود داشته باشه، اگر امام حسین میتونست بیعت کنه به یزید، در این حال راه خودش رو داشته باشه و سمبل بشریت و نقش تاریخ خودش رو ایفا کنه، خب برای ما هم چنین چیزی امکان پذیر بود. ما رهرو امام حسین هستیم. تو خودت مرتب زیاد عاشورا میخوندی، زیاد وارث میخوندی. خب اونجا چی میگفتی؟ چی رو لعن میکردی؟ با چی مرزبندی میکردی؟ در اونجا خوب نشون میده بین حق و باطل راه میانه وجود نداره، یا سمت حق یا سمت باطل. بنابراین برای ما امکان کوتاه آمدن وجود نداره، ما به هیچ وجه کوتاه نمیاییم. اتفاقا با رفتن ما با شهادت ما، راه سازمان و راه مردم، راه به اصطلاح انقلاب بهتر و بیشتر باز میشه. الان چون سواک و رژیم شاه تبلیغ میکنه ما ضد اسلام هستیم و ضد خلق هستیم، چنین تبلیغاتی میکنه، حواستون باشه که اصلاح دام سواک نیفتیم. اتفاق بایستی هر چی تونستین، هر چی میتونین، هر چی در امکانات دارین به نفع سازمان ما تبلیغ بکنید، مرا ما را تبلیغ کنید، سرتون بالا بگیرین، افتخار کنید که ما در چه راهی در قدم گذاشتیم. برای ما هم این سعادت و افتخار بزرگی است که نصیب هر کسی نمیشه. خدا ما شاکر هستیم که چنین مثلا سازمانی داشتیم و چنین راهی رو انتخاب کردیم و امام حسین رو داشتیم. بنابراین تبلیغ کنین و سرتون بالا بگیرین، افتخار کنین که چنین راهی و چنین مسیر رو رفتیم. بعد سواکیه دیدن که مثل اینکه فضای دیگری سریعا دست به کار شدن که ببرن و ملاقات رو قطع کردن. شهید محمد با خنده و شادی خداحافظی کرد و رفت و با امید دیدار اون دنیا. چه خاطرات تکان دهنده. شما الان ساده میگین ولی آدم همینجوری که داره گوش میده احساس میکنه تو اون سالیان، تو اون همه فضای اختناق، دود و دم، سرکوب، اعدام، زندان، منهای ارتباطات، منهای در واقع فضای بازی که بشه انعکاس این همه جانفشانی و فدا و صداقت رو ببینن، ولی واقعا خیلی شگفت انگیز این همه شجاعت و این همه ایمان، ایمان به غیب، ایمان به راه و مسیر، ایمان به آرمان، که در حالی که خودشون هیچی نمیدونستن که بعد چه خواهد شد و این سازمان به کجا خواهد رسید، ولی این چنین با روحیه بالا مشتاقانه و عاشقانه به میدان تیرباران و شهادت شتافتن و این چنین بقیه رو روحیه دادن. واقعا فکر میکنم که آدم اگر برگرده به اون سالیان ارزش و
قدر تک تک این کلمات و اون چیزی که داریم میگین آدم بهتر میفهمه. با تشکر زیاد از برادر احمد، با تشکر زیاد برادر احمد. سلام علیکم. سلام علیکم. قبول باشین نازوزا. حتما که شما خاطرات و گفتنی هایی بسیار زیبایی داریم برام. سلام خدمت شما و برادران و خواهران. منم خیلی خوشحال هستم از اینکه در این روز بزرگ تاریخی که سازمان با دادن فدای بزرگ روزگار مبارزه بدون هزینه و رو عوض کرد با این فدای بزرگ و تبدیل شد یه نقطه عطفی برای اینکه دوران یعنی مبارزه‌ای که الان می‌شناسیمش شروع شد که تماماً با ایدئولوژی و خلاصه فدای بیکرانی که در سازمان بود کارها فقط پیش می‌رفت و خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما هستم که رهبری که این راه رو دنبال کردید و به ما رو به این نقطه رفیع رسوندید که ما سربلند هستیم الان و تونستیم سر جای خودمون محکم وایسیم و هر روز قوی تر باشیم. در اون روزگاری که سازمان در یعنی وجود خود همین محمد آقا و مرکزیت رو و بقیه برادران بودن، اون موقع واقعا رفتاری که بچه‌ها با همدیگه داشتن به علت اینکه یه شرایط خاصی بود تماما مسائل ایدئولوژیک مطرح بود، یعنی هر حرکتی که می‌خواستش هر کسی اونجا داشته باشه، هر قدمی که می‌خواست برداره احتیاج داشت که یه نیروی یعنی انگیزه خیلی قوی پشتش باشه تا بتونه این حرکت رو انجام بده، به علت اینکه خب وضعیت هم طوری بود که فاصله ما تا اصلا مسئله پیروزی و اینا به این ترتیب که الان مطرح هستش مطرح نبود و اون موقع وظیفه هر یعنی روی ایدئولوژی و وظیفه خودش هر کسی حرکت میکرد و این راه رو ادامه میداد. برای همین احتیاج بود که بر مبنای مسئله ایدئولوژیک هر کسی حرکت بکنه و مسائل رو پیش ببره. من میخواستم این یه خاطره بگم که شما به بهترین وجه مسئله رو مطرح کردید. همون مسئله بودش که در کمیته مشترک اتفاق افتاده بود که برای من از یعنی از دید من چیز عجیبی که موجود بود این بود که وقتی که محمد آقا از برادر مسعود تعهد پیشبرد سازمان رو برای پیشبرد سازمان رو گرفتن خیلی انگیزاننده بود و بعد هم این که از برادر مسعود خواستن که سازمان رو بایستی به پیروزی برسونه که این خیلی در اون زمان عدیدی که ما باش یعنی از موقعیتی خلاص که داشتیم یه همچین چیزی یه همچین تعهدی رو پذیرفتن احتیاج داشت که یک یعنی خلاصه برادر مسعودی باشه تا این کار رو بتونه بکنه. به نظر من اون ژرفایی که از نظر ایدئولوژیک برادر داشتن و اون واقع‌بینی ها و از طرف دیگه هژمونی پذیری و علاقه و عشقی رو که به برادر محمد آقا داشتن، اینها باعث میشد که برادر این تعهد رو تمام و کمال بپذیرن و تا الان با آخرین توان و بدون هیچ کوتاهی ادامه بدن و تا اینجا ما رو راهنمون بشن که من هم این افتخار رو دارم که الان در خدمت شما تعهد بدم که این راه رو ادامه میدم و انشاءالله با جمعی که الان داریم با اون خواسته شما رو برآورده میکنیم و الان شما هرچه بیشتر برای ما باز کردید و روشن کردید که این چیزیست که اثبات شده مسئله
میتوان و بایدی رو که اون موقع برادر تنهایی پذیرفتن و تا اینجا آوردن الان اثبات شده و همه خواهر برادرها انشاءالله راه شما رو میایم. قربان شما. هر کی میاد میگه که تا افطار انقدر در نتیجه مجبور کوتاه صحبت کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خواهر مریم بسیار خوشحالم که در این ایام قدر دارم خاطری از بنیانگذاران برای شما میگم که سبب بشه که ما هم در این ایام بنیانگذار قدری خودمون باشیم و تا بتونیم در این ستیز و نبرد با این فردیت فرو برنده پیکار کنیم و بعد هم برای خودمون رو هم تراز سرنگونی کنیم. خاطره من با از بنیانگذاران از محمد آغاست که خاطرات محمد آقا رو من اصلا ندیده بودم. من به دلیل اینکه در ضربه اولیه سازمان دستگیر شدم 6 ماه در زندان تا دادگاه من در زندان اوین بودم و این از خوششانسی من بود که تونستم همه بنیانگذاران و اعضای اولیه سازمان رو ببینم و بشناسم. از جمله از افرادی که بودن سعید محسن بود، از خلبت زادگان، محمد بازرگانی، بهروز باکری و علی میهندوس. طبعاً برادر هم در میان این جمع بود و من خاطراتی هم از اون دارم. یکی از چیزایی رو که برای خودم حسرت به دلی دارم اینه که ندیدن محمد آقا بود. همه رو دیدم جز محمد آقا. یک روز ما، تیم ما که 4 نفر بودیم و مسئول ما ناصر صادق بود، قرار شد که در اون به اصطلاح پایگاهی که بنا معروف به پایگاه کاخ هست نزدیک پیپسکولان انتهای آذربایجان، اونجا نشست داشته باشیم با ناصر صادق. ما 3 نفر از بچه‌هایمون هم تیممون همونجا شب موندیم و که صبح که با ناصر نشست داشته باشیم. من و اون 2 نفر مشغول مطالعه بودیم. من داشتم یه روزنامه میخوندم. در یک آن در اتاق باز شد که 1 نفر وارد اتاق شد. از ضوابط این بود که هیچ کس نباید هیچ کس رو بشناسه. ضوابط سفت و سختی هم بود و ما هم به تمام معنا این رو رعایت میکردیم. بعد محمد آقا که این نفر که وارد شد، من صورت خودم رو با روزنامه گرفتم که نه اونو بشناسم نه اون منو بشناسه. بعدن که این رفت، بچه ها از هیبت و عظمت اون صحبت می کردن که این شخصیت شخصیت والاییست. دیگه رفتیم و ما زندان دادگاه ما تمام شد و رفتیم به زندان قصر. از تیمای سابق خودمون رو دیدیم و من حسد به دلی خودم رو گفتم که گفتم من تمام اعضای سازمان و بنیانگذاران دیدم به استثنای محمد آقا. بعد اونا به من گفتن که تو محمد آقا رو دیدی. گفتم آخه چطوری؟ گفتم اون روزی که شما که اومد وارد اتاق شد تو صورتت گرفتی اون محمد آقا بود. من واقعا هنوز که هنوز است حسرت اون روزو میخورم که چرا چرا من حتی دوزیده به نگاه دوزیده به شمایل خوب اون نگاه نکردم. واقعا من الان هم که دارم میگم بازم همون حسد به دلی به دلم هست. خاطره دیگر من از محمد آقا، وقتی که ما دادگاه اول در زندان اوین تمام شد، یک گزارشی که بعد در سیاوش گفتن، همون سربازی که رابط بود، به محمد آقا نوشتیم محکومیت های افراد خودمون رو به محمد آقا گزارش کردیم. محمد آقا یک گزارشی داد به ما با بیان انتقادی که اون بعد گفته که با زبان انتقادآمیزی گفت که مگر دادگاه شما علنی بود که چه 4 نفر شما به این زندان های طویل مدت محکوم شدید، یعنی ابد. بعد شما باید پیام داد که میبایستی شما زندانی کم میگرفتید
تا بیرون بروید مبارزه را ادامه بدید. و از این جمله استمرار مبارزه در پیش رهبران و بنیانگذاران واقعا در تمام لحظه ها بود و میگفتند و میگفتند. و این برای من جالب و ارزنده بود. با محمود عسکری زاده که مسئول من بود، بعد در فازی که عوض شده بود، فازی تقریبا ما سیاسی بودیم، بعد افتاد تو فاز نظامی، قرار شد که خونه بگیریم و بعد مشغول کارهای نظامی بشه. بعد دستگیر شدیم دیگه. بعد ما رو که بردن به ساواک، ساواک اون موقع در زندان ساواک واقعا شلوغ بود. اینقدر جمعیت بود که واقعا اینا خسته شده بودن از شکنجه کردن بچه ها. واقعا فهمیدن که شکنجه کارایی نداره. نمیتونن از بچه ها اقرار بگیرن. تنها راهی رو که وسیله‌ای که میدونستن گفتن که مسئول اینا بیاد با اینا صحبت بکنه. از جمله این که من که در زندان در زیر شکنجه بودن، مسئول من و مسعود محمود عسکریزاده رو آوردن بالای سر من. بعد در اول به من گفتن اونو میشناسی؟ منم با زبان خیلی تندی گفتم نه نمیشناسم. بعد همین که گفتم نمیشناسم، به سختی اومدن به شکنجه کردن. محمود عسکریزاده با پاهای آماس کرده و واقعا دردناکی اومد خودشو با اون لنگان لنگان و انداختشو بین من و اون ساواکی که شکنجه میکرد. گفت شکنجه نکنید، من میگم بهش. بعد پیامی داد به من، گفت که تو چیزی نمیدونی، هر چی داری بگو. و این مطلب رو سه بار به من گفت که تو چیزی نمیدونی. و همین باعث شد که من واقعا در تمام بازجویی که میکردم میدادم، میگفتم من چیزی نمیدونم. این ترجیح بند من شده بود. خطی که مینوشتم میگفتم من چیزی نمیدونم. و حرف محمود عسکری زاده مو به مو اجرا کردم. واقعا این برای من آموزنده بود از کار اینا. بعد خاطراتی زیادی هست. خاطرهای من از سعید محسن و بهروز باکری و ناصر صادق که مسئول من بود، مسئول اولمون، دارم. و همچنین خاطراتی هم از رضای رضایی که دارم که بسیار آموزنده است، که چون من آخرین نفری بودم که در زندان اوین با او شمبند بودن و شرایط به اصطلاح نقشه و تر برنامه فرار خودش رو به من میگفت. من ایشان در یه فرصت دیگری من اینو میگم. خب و بالاخره هم تعهد میدم که با جمع، با انقلاب خودتون مستمر و پایدار برای سرنگونی این راه را ادامه بدیم. درود بر شما آقا. چه سازمانی و چه مجاهدینی. آدم علارغم این که فکر میکنه همه چی رو میدونه، تک تک این برادران که صحبت میکنه آدم میفهمه که هنوز هیچی نمیدونه از این همه عظمت در سازمان مجاهدین، از تک تک مجاهدینش، از سوابقشون، از همه ایمان و اعتقاد و بعد جنگاوری. و واقعا درود بر شما. بله بفرمایید. سلام خواهر مریم، تقبل الله. قبول باشه نماز. همونطور که خودتون در صحبتاتون که واقعا ما سرشار شدیم و بار دیگر در 47مین سالگرد شهادت بنیانگذاران سراسر مطالب نو و جدید بودش، واقعا این تلاقی این روزها و این شبهای قدر و شهادت مقتدای تاریخی مجاهدین حضرت علی با شهادت بنیانگذاران فی الواقع هم تا که گفتید بسیار پرمعنا و شورانگیزه. من به خصوص که اینجا در حضور شما و جمع بزرگ صحبت کردن از بنیانگذاران، که منم میخوام شمه هایی رو از اونچه که دیده بودم بگم. البته اینو من بگم که راستش لحظات متناقضی خودم دارم در گفتن این، چون که واقعیت سعادت و افتخار بزرگی است البته اینجا در که این جلسه با حضور شما و گفتن از بنیانگذاران، ولی این شایستگی رو در خودم راستش نمیدیدم فردن، اما به اعتبار انقلاب شما و این جمع کبیر طبیعتاً
میتونم که نکاتی رو بگم، چیزایی که شما خیلی دوست دارید. امیدوارم که بتونم مقداری از این اونچه که دیدم رو بگم. از حنیف کبیر شروع میکنم. من در یکی از روزهای پاییز سال 48 شهید محمود عسکری‌زاده که عضوگیرم بود به من یه قراری داد در خیابان ری، اول خیابان نبش خیابان ادیب الممالک، که رفتم سر قرار و با جوان رشیدی مواجه شدم، قوی هیکل. اما خب هیبتی داشت، ولی با سخنی بسیار آرام، بسیار مهربان، ساده و کوتاه، ولی بسیار روشن و تیز با هم حرکت کردیم. خیلی تون تون حرکت میکرد و مدقا گفت که اولین جایی که میخوایم بریم اونجا، خونه ما، خونه مسکونیمون نزدیک بود، گفت بریم اول اونجا. و بین راه صحبت میکردیم با هم. خواهر مریم، اساسا اینطوری بگم، من از همون لحظه اول در شرایطی بود که واقعا هیچ کس، یعنی هیچ دو نفری به همدیگه اعتماد نمی کردن. در شرایط یأس و خیانت‌های امثال حزب توده و غیره، و معروف بود که ساواک در همه جا نفوذ داره، حتی برادر به برادر واقعا اعتماد نمی کرد. ولی من از همون لحظه اول احساس کردم که عجب به این اعتماد می کنم، این همون کسیه که انگار از خودم به خودم نزدیکتر و محرمتره. توی راه که می آمدیم در خیابون تا برسیم به محلی که نشست برگزار شد، می خواهم اینو بگم، اصلا نگاهش یه نگاه دیگه ای بود. مثلا به هر حال ما در قوانین همون روزگار، درسته ما انقلابی بودیم، آگاه بودیم، روشنفکر بودیم، اما به هر حال در چارچوب همون دوران، همون زندگی جامعه طبقاتی نگاه میکردیم و تضادهایی که بود در اون جامعه. ولی محمد آقا یه دفعه به من گفتش که ببین مثلا این شاگرد شوفر رو نگاه میکنی، ببین چقدر رنگش پریده، ببینه چیه، احتمال زیادی این غذا درست حسابی نخورده. میخوام اینو بگم، مثلا فرض کنید به هر حال ما به یک شاگرد شوفر با توجه به فرهنگی که هست نوع خاصی به هر حال نگاه و رابطه توی جامعه برقرار میشه، ولی اون نگاه دیگه‌ای بود، مثل اینکه عاشق، واقعا عاشق مردم بود. و از این چشمه‌ها توی راه بسیار، بعد که اومدیم به خونه انگار که 40 سال ما با هم دیگه اینجا آشنا بودیم. خودش انقدر بی تکلف لباس رو در مورد راحت، خونه رو برادر رحمان الان اشاره میکرد، سر و سامون میداد، این صندلی ها اینجا بهتر این فرمی چیده بشه. و البته بعدن هم در پایگاه ها همیشه نفر اولی بود که کار نظافت، شستشوی ظرف و جارو و غیره، و حتی پیش از این که نشست برگزار بشه خیلی وقتا خودش قبل از همه اومده بود. از با وضعیت جوان ها میپرسید، میگفت توی محلتون جوان ها چجوریه، وضعشون چیکار میکنن، مردم وضعشون چجوریه. خیلی حساس بود روی این محافلی که اون موقع زیاد بود. میگفت به اصطلاح این کسایی که به نام فیلسوف و نمیدونم آقای دکتر و یا آخوند مثلا واعظ محل یا اون محفل، خیلی روی اینها حساس بود. و جمله معروفی داشت، میگفتش که اینها تبهکاری میکنن با مغز جوانها، و خیلی روی مسئله حساس بود. بسیار جدی همطور که گفتم، ولیکن فوق‌العاده مهربان، حرفها ساده و کوتاه و تیز و روشن. خواهر مریم وقتی که در اولین جلسه که با ما نشست و مدعا، اینطوری بگم عجین بودنش واقعا، خب این که با جامعه و مردم بود، از اون طرف واقعا با هستی و قوانین هستی، اونچنان عجین که برای ما جهان رو، عمر 14 میلیارد سالی جهان رو و در واقع عمق 7 میلیارد سالیش رو اونچنان توصیف کرد که اووردش توی همون نشست ما و تو اون جلسه.
که این از اون ابر اولیه، از اون بیگ بنگ ابر اولیه، این حرکت مکانیکی عالم، حرکت فیزیکی، حرکت شیمیایی، بیولوژیک، حیات، انسان، بعد رسید به اینجا، گفت ببین تمام این سیر حرکت کرده تا رسیده به تو. الان تو اینجا هستی، چی میگی در مقابل این مسئولیت؟ میخوای چیکار بکنی؟ و فی الواقع آنچنان و ما به همدیگه نگاه میکردیم، ماهایی که توی نشست نشسته بودیم، روح شاد باشه شهید حسن ابراری تو این نشست بود، فرتاش دبیرامون، بعدن هم که البته ما دیگه تیم‌های دیگه با برادر عزیزم محمود احمدی، همین برادرمون غلام مصباح، اینها هم بعدن هم تیم بودیم. و شروع کرد، فکر کنم اولین آیه‌ای که برای ما خوند از سوره محمد بود، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. بعد تعریف کرد، بعد اصلا برای ما همه مفاهیم عوض شد. مثلا من و معمولا سنخ ما کسایی بودیم که با قرآن قبلا خیلی سر و کار داشتیم، با قرآن، نهج البلاغه، با تفاسیر مختلف، ولی محمد آقا یک حرف جدیدی داشت میزد. اساسا معنی آیه، اونهایی که کفر ورزیدن و صد راه خدا کردن، خدا اعمالشون رو گمراه کرد. کافر و مشرک چیه؟ ما توی اون تفاسیر معنای اساطیری داشت، انگار که کافر و مشرک همونایی بودن که زمان پیغمبر رو نمیدونم کفار قریش و اینها. نه بابا، کافر و مشرک همین شاه، همین اعلی حضرت همایونی، همین نمیدونم سران فلان، همین خمینی ضد بشر، همین خامنه ای، اینها مظهر کفر و شرک مجسم دوران هستند. خب این مفاهیم برای ما همه مفاهیم تازه‌ای بود. یعنی قرآن و پراتیک اجتماعی و مبارزه، اینها با هم آنچنان عجین و بر هم منطبق شده بود که ما اینها رو فهمیدیم. فهمیدیم مثلا پس قرآن چقدر رهنمود برای مبارزه ماست و واقعا اون در واقع بیان تئوریک و ایدئولوژیک است که ما با اون باید مبارزمون رو پیش ببریم. و میخوام اینو بگم که زیر چتر اون اون کشف بزرگ محمد آقا، یعنی اون راهگشایی بزرگش که مرزبندی رو گفت در بعد صحنه اقتصادی اجتماعی، مرزبندی با خدا و بی خدا چیه؟ مرزبندی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. فی الواقع زیر این چتر این مفاهیم روشن شد برای ما و این آیات قرآن و نهج البلاغه مفهوم شد و مبارزه دوران برای ما مفهوم شد. و من اینجا یادم اومد که البته خاطرات واقعا زیاده، من سعی کردم بعضی از سرتیت بعضی شمه‌هایی از اونچه رو که دیدم بگم. اینجا یادم افتاد که به خود هیبتی که محمد آقا داشت و احترامی که در واقع برای این شخصیت قائل بودم، هر جا وارد میشد همه بلند میشدن جلوش و احترام میذاشتن. و اینجا یادم افتاد جمله ای رو که یکی از بازجوها گفته بود در مورد محمد آقا، گفته بود که این محمد حنیف اونچنان احترام برانگیزه که ما هیچ کدوم ما فی الواقع تاب نمی آوریم در مقابلش، ناچاریم بهش احترام بکنیم. من این قسمت رو تموم بکنم با یاد این مسئله که محمد آقا روزی که دستگیر شد که ما رو از صبح می‌بردن بازجویی، خیلی شلوغ بود صحنه‌های بازجویی تو اوین، معلوم بود یه اتفاقی داره می‌افته و ما در اتاقی بودیم، اتاق نسبتاً عمومی در حیات اوین طبقه بالا. این اتاق مشرف بود به محلی که هر کی دستگیر میشد میوردنش اتاق بازجویی، مخصوصا دستگیری های ما مجاهدین رو، اونجا که از غندی یا معروف به منوچهری سر بازجوی ما بودش اونجا. و این یه پنجره ای داشت که ما اونجا شیفت گذاشته بودیم، ولاب میگرفتیم، بالا میرفتیم نگاه میکردیم. اون روز به طور خاص معلوم بود که اتفاقی افتاده و دستگیری های هست، آماده بودیم که یه دفعه بچه ها منو صدا کردن. خب تو اون اتاق انواع آدم ها بودن، از رفقای فدایی و مارکسیستا و افراد متفرق. منو که میدونستن مذهبی هستم و مربوطه به یه چنین سازمانی هستم، البته اون موقع سازمان ما اسم نداشت، صدا کردن گفتن بیا. من رفتم بالا،
نگاه کردم کسایی که بودن که خب معلومه که همین بعد از سیاوش ما بود، اما محمد آقا رو که تناپید شده بود من از پشت بلافاصله وقتی دیدم فهمیدم که خود محمد آقاست. بگذاریم از اون لحظه که لحظه من اون موقع این بود که پس مثل اینکه دیگه همه چیز تموم شد، در حالی که همچنان که شما در بیانات خودتون گفتید و قبلا هم گفته بودید در واقع همه چیز شروع شد. توی همون سلولی که ما بودیم، سلول نسبتاً عمومی‌تر، یه دکتری بود اهل همین تبریز که از هوادارانی بود که هواداران محمد آقا بود، محمد آقا رو میشناخت. برای چون محمد آقا بینیشو زده بودن، شکسته بودن و مجروح شده بود، این دکتر رو صداش کردن بردن پیش محمد آقا. بعد این برای من تعریف میکرد چند بار رفت اومد. گفتش که اونجا تو بازجویی به اون بازجوها میگه که بابا شما با این اهن و طلبتون اصلا یه دونه دکتراتون هم کمه پرستارن، دکتر نیستن که، اقلا یک چیزی نداریم بیاریم مثلا یک سیستم. میگفت که مرتب اینها رو تحقیرشون میکرد و اینا هی بدو بدو میکردن و به همین جهت گفته بود که برین از خود زندانی ها یه دکتر رو بیارین که ما رو معالجه بکنه و ببینه، که این دکتر رو بردم. با اجازتون من میخوام شمه هایی هم در رابطه با شهید قهرمان محمود عسکری زاده بدم و همچنان که در واقع در گفتارهای برادر از اونها هست، از همون تبار شیراهن کوهمرد ها. شهید محمود عضویر من و آخرین مسئولم قبل از ضربه سال 50 بود. آشناییم با محمود از دانشکده است، همکلاسی بودیم با هم در دانشکده بازرگانی. محمود خانواده تقریبا فقیری بودند، اصلا اهل عراق ولی خب ساکن تهران بودند. محمود اینجا من توی پرانتز بگم واقعا این بحث صد جبهه که شما بارها کردید رو من الان که این چیزها رو دیگه بیشتر در واقع یاد گرفتیم با صحبت‌های شما و بحث‌های شما، الان که وقتی دارم میسنجم میبینم واقعا این داشت صد جبهه کار میکرد. چطور؟ اولا که تحصیلش رو دانشکده‌اش رو انجام میداد و جز شاگرد هنرجوهای ممتازم بودش. بعد هزینه تحصیل و زندگی خودش رو خودش باید در میبرد، همچنین به خانواده کمک مالی باید میکرد، همزمان عضو مرکزیت سازمان بود، در مبارزات دانشجویی اون زمان به طور کامل فعال بود و شرکت با هم دیگه اونجا شرکت میکردیم و طبیعتاً باید شغلی میگرفت برای اینکه بتونه این هزینه ها رو جبران بکنه. شغلی گرفته بود، خبرنگار مجله اکونومیست بوده مدتی. خب ولی خب این شغل این هم از چند جهت بود، هم این که به هر حال درآمدی داشت و هم این که یک شغلی بود که میتونست بیشترین اطلاعات رو کسب کنه، چون خودش فرمانده شاخه اطلاعات سازمان بود و توی این شاخه چند هزار سوژه شناسایی شده بودند، از جمله بیشترین سوژه ها از ساواک. به این ترتیب و منتها خب این شغل هنوز تکافوی این هزینه رو نمی‌کرد، یک کار دیگه هم گرفته بود که تدریس خصوصی بود، همین به اصطلاح علوم اقتصادی رو، در واقع مدرس اقتصاد هم بود. و همینجا اضافه بکنم که در همین شرایط محمود کتاب اقتصاد به زبان ساده رو تألیف کرد که همه می‌دونیم که از کتاب‌های پایه‌ای در آموزش‌های سازمان بوده از همون قبل از سال 50 و بعد. محمود خاکی، بیرنگ، گوش باز به بیرون خودش، جسور و دلاور، در اوج مایه گذاری و فداکاری برای بیرون خودش و بسیار محبوب در همون دانشکده که بود، به خاطر همون فعالیت‌های دانشجویی، مبارزه دانشجویی که می‌کردیم، محمود رو یک بار اخراجش کردن از دانشکده. بلافاصله در و دیوار دانشکده پر شد از اطلاعیه‌هایی که محمود عسکری زاده مگر چه کرده بود. حالا اون زمانی بود که شاه حسن علی منصور رو ترور کرده بودن
شاه یه جمله معروفی گفته بود مگر منصور چه کرده بود؟ بعد همه جا این اطلاعیه رو بچه‌ها زدن مثلا بخوام، و بعد اولتیماتوم دادن به مسئولین دانشکده که اگر تا 24 ساعت محمود عسکری زاده نیاد این اعتصابات رو خلاصه به اوجش میرسونم، که اتفاقا همین کار رو کردن و قبل از 24 ساعت محمود وارد شد قهرمانانه روی دوش دانشجویان و اومد و ادامه داد. همینطور این محبوبیت رو در دوره سربازی هم که افسر وظیفه بود در نیروی هوایی توی تبریز محمود کارهای مختلفی کرد، از جمله رستوران سربازها و افسرها رو که جدا از هم بود اینا رو یکی کرد و این بسیار محبوب بین درجه دارا افسران جز و سربازها. و همچنین بعد از سربازی رفت در ماشین سازی تبریز اونجا استخدام شد، اونجا هم همین کارها رو میکرد و همین محبوبیت ها براش بود. یک خاطره جالبی هم بگم که از کارهای محمود، ما کوه میرفتیم با هم به اتفاق برادر عزیزم محمود احمدی و خود محمود عسکری زاده توچار و جاهای مختلف، یه روز ما قرار شد بریم دماوند، کوههای دماوند، در میدون فوزیه نزدیک ماشینای به اصطلاح مینیبوسای دماوند قرارمون بود. من و محمود احمدی وایسادیم در قرار، حالا مثلا ساعت 7 صبح قرارمون بود، منتظر شدیم دیدیم خبری نیست، محمود نیومد، در حالی که محمود همیشه قبل از ما اصلا سر قرار حاضر بود. نگران شدیم یه مقدار چی شده چی شد، یک دقایق 5 6 دقیقه 10 دقیقه گذشت، حالا اینجا این به اصطلاح کمک راننده های مینیبوس ها همه داد می زدن دماوند نمیدونم کوهان کردر که مسافر بگیرن. یه وقت دیدیم که یکی از این شاگرد شوفرا اومد نزدیک ما، گفت شما هم اگه نمیخواییم برین دماوند؟ گفتیم چرا؟ دیدیم این محموده، یه کلاه حصیری گذاشته بود و خودش شاگرد اون ماشین رو آزاد کرده، گفت تو برو استراحت و چایی بخور و اینا، خودش داشت مسافر میگرفت و داد میزد، به طوری که ما واقعا نشناختیمش، در جا دیدیم که خودشه و سوار شدیم رفتیم. آخرین نکته هم که میخوام بگم، برجسته ترین فراز زندگی محمود قهرمان موقعی دستگیریش هست، که وقتی دستگیر شد با اینکه در خونه پایگاه سازمان دستگیر شده بود همراه با کسای دیگه، ولیکن گفتش که من اصلا اینجا خونه شاگرد هستم، من که کاری نیستم، اینجا شاگرد اینجا هستم، و تا چند روز ساواک رو حسابی سر کار گذاشته بود، به طوری که ساواک رو کشونده بود در محله های جنوب شهر، جاهایی داشت که دوست و آشنا داشت، برده بودنش اونجا، اونا هم گفته بودن آره ما میشناسیم مثلا اسمش فلانه، و خلاصه یک چنین صحنه‌ای و بعدم در صحنه‌های شکنجه قهرمانی‌هاش و مقاومت‌هاش، و بالاخره از جمله یکی از صحنه‌هایی که ما همیشه میگفتیم و میخندیدیم این بود که این حسینی، دشخیم حسینی که معروف شکنجه‌گر معروف اوین، رفته بود روی سینه محمود نشسته بود در حال شکنجه کردن، به محمود گفته بود که حالا این حسینی هم خودش عراقی بود، محمود ما همشهری هستیم، بگو ببینم راستش تو این همه چند هزار نفر شناسایی کرده بودی منم شناسایی کرده بودی؟ که بعد محمود بهش میگه برو بابا، حالا به زبانی که جمله ای بهش میگه تو اصلا تو کی بودی که تو رو شناسایی بود؟ تو که ارزش شناسایی نداشتی. و به این ترتیب این صحنه آخر بود. خواهر مریم با تعظیم در برابر ارواح طیبه بنیانگذاران و میخوام درود بفرستم به جان جانان برادر مسعود، پرچمدار راستین راه مولا علی و کسی که جانانه و خونفشان طی نیم قرن آرمان و راه حنیف رو در بالاترین بالا بلندترین فرازها ادامه داد، و همچنین هزار درود خواهر مریم به شما که با انقلابتون آرمان فدا و رسم وفا رو در سازمان حنیف و مسعود ماندگار کردید
و خودم هم میخوام اینجا با تأکید بر تعهداتم تجدید عهد و پیمان بکنم که این راه رو تا آزادی و رهایی خلقمون ادامه بدم. با تشکر زیاد. ماشاءالله انقدر خاطرات زیاده که هر چقدر زمان باشه میتونیم بشینیم و بشنویم و همش تازگی داره.